سلام به شما. در ساعت 8:30 به وقت تهران، پنج شنبه شب ایران زمین، جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر. همراه میهمانان این شماره برنامه نیز مرور میکنیم مهمترین خبرهای ایران را و آنچه را که به مربوط میشه به ایران و مردم ایران، چه در عرصه داخلی، منطقه‌ای و جهانی. آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید حذف شعار مرگ بر آمریکا در اختیار و در ید قدرت ولی فقیه است. آن سوتر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ما بیش از حد مورد نیاز اورانیوم غنی شده در اختیار داریم. آقای علی لاریجانی در آستانه آغاز مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 و هیئت ایرانی در ژنو که از روز سه‌شنبه آینده آغاز می شود می گوید ما می خواهیم از داشتن این اورانیوم غنی شده مازاد بر احتیاجمان به عنوان یک کارت برنده در مذاکرات ژنو استفاده کنیم. گزارش های دیگری حاکی است که روند تحریم ها که ناشی از ادامه برنامه اتمی ایران هست اقتصاد سست بنیاد جمهوری اسلامی ایران را سست‌تر از پیش می سازند و در عرصه حقوق بشر در ایران ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار زندانی در زندان کارون مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفته است و یک گزارش همان گونه که در بخش خبری ایران فردا شنیدید حاکی است که در بهار سال جاری بیش از 3000 ایرانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. چرا ایرانیان به ویژه نسل جوان ایرانی همچنان از ایران در جمهوری اسلامی می‌گریزند؟ روند مذاکرات آینده در ژنو با توجه به آنچه که تاکنون دو طرف گفتند به چه سمتی احتمالاً پیش خواهد رفت؟ وضعیت اقتصاد ایران، پیامدهای تحریم‌های اقتصادی بر پیکر اقتصادی جمهوری اسلامی چه بوده است؟ در میان می‌گذاریم با این پرسش ها رو با آقای اردوان روزبه روزنامه‌نگار و مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه در واشنگتن و برای نخستین بار آقای بهمن مرادیان پناه روزنامه‌نگار مرادیان پی عذر میخوام با پوزش از ایشون در استودیو با من و شما هستند. آقای بهمن مرادیان پی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. پیش از اینکه به واشنگتن بریم مهمان جدید برنامه‌مون رو آقای مرادیان پی رو معرفی می‌کنیم. تحصیلات عالیه‌شون در دانشگاه تهران بوده، دانشگاه تهران رشته علوم سیاسی فوق لیسانس گرفتن، به پایان رسوندن. روزنامه‌نگاری رو به عنوان یک حرفه مدت‌ها دنبال کردن، در بازداشت بودن مثل بسیاری از روزنامه‌نگاران ایران. به خارج اومدن، به تازگی نیز به ما پیوستن در شبکه تلویزیونی ایران فردا. در آینده نزدیک برنامه ویژه خودشون رو خواهند داشت. نگاه دقیق و موشکافانه‌ای به مسائل ایران، اخبار ایران دارن، پیگیر هستن مثل هر روزنامه نگار دیگه‌ای که دلواپس ایران کنونی و آینده ایران هست. خوش اومدی بهمن جان. خیلی ممنونم، منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. موافق هستین در آغاز به اتفاق بریم مهمانمونو؟ 100%. خواهش میکنم سلام بگیم به آقای اردوان روزبه عزیز. آقای روزبه سلام بر شما، سلام بر مهمانتون. خواهش میکنم سلام بر شما، سلام بر مهمانتون و شنونده و بیننده های خوبتون در برنامه میشن. اردوان عزیز بذارید از اینجا شروع کنیم. سه‌شنبه آینده مذاکرات آغاز میشه،
از اون هفته تا این هفته تحولی دیدید؟ حرف جدیدی، نشانه های تازه ای برای نتیجه بخش بودن مذاکرات آینده در ژنو؟ خواهش میکنم. البته من معتقدم که یه مقداری در بعد از آخرین چالش های خیلی جدی که پیش آمد در حضور آقای روحانی و آقای ظریف در نیویورک و همچنین جهش یکباره‌ای که در بحث ها ایجاد شد و خب اگر نگاه بکنیم این رو کرده نسبت به یک ماه قبل حتی خیلی متفاوت، یک ماه و دو ماه قبل خیلی متفاوت تر بود تا اتفاقاتی که در سپتامبر در نیویورک افتاد و بعدش در ایران، به نظر میرسه که دو جریان در داخل کشور خیلی پرقدرت دارن عمل میکنن. اون جریانی که به نوعی پایبند به این هستن که باید از موازه هستی کوتاهی نکرد و در نتیجه در فشار دارن میذارن اتفاقاتی رو که داره میفته و سعی میکنن که در دست بالا قرار بگیرن، اما این جریان دوم هستش که داره تلاش میکنه برای این روند ادامه پیدا بکنه. و بحث حضور آقای ظریف در مجلس یکی از اون بحثایی بود که جنجال برانگیز شد و کیهان با تیتری که ظاهرا برانبر برداشت و تعبیر خودش منتشر کرده بود که بعدها البته نویسنده آقای فضلی نژاد نویسنده این رسانه اعلام کرده بود که نخیر این تیتر از جای دیگه و مطلبش و محتواش نه از مجلس که از جای دیگه از خود وزارت خارجه خارج شده، این خودش نشان دهنده اینه که این یک اتفاقی داره در داخل میفته، فشاری رو دارن سعی میکنن توی روی دولت فعلی بگذارن برای اینکه این روند سرعتش کاهش پیدا کنه. همونجوری که آیت الله خامنه‌ای اشاره کرد بعضی جاها نابجا بود حرکت تیمی که در نیویورک حاضر شده بودن، به نظر میرسه که این همان کد هستش که ایشون میخواد یه مقدار همه چیز آرومتر پیش بره. البته من هنوز معتقدم که تمام اتفاقاتی که داره در حال حاضر میفته با نظر و تایید رهبر جمهوری اسلامی است و قطعاً ایشون اول اجازه رو دادن که این تیم داره وارد این بازی با قدرت میشه، چرا که وقتی آقای روحانی میگه که من با اختیار تام وارد شدم مطمئنن این کلمه یک کد و یک معنای مشخص داره. اما فکر میکنم در هفته گذشته تمام تلاش ها بر سر این بوده که یه مقدار گروه هایی میخوان که جلوی هیجان زدگی رو بگیرن و در ژنو حالا اگر مذاکرات بعدی انجام میشه یه مقدار ایران میتونه دست بالاتر ظاهر بشه. بحث توقف غنی‌سازی 20% که آقای لاریجانی گفته قابل بحثه و گفته که به هر حال قابل طرح هستش، اما ما باید ببینیم رو بحث مثلا فرض کن آقای روحانی هنوز داره حرکت‌های هم سمت داخل هم نشون میده که اشاره کرده که تذکر پلیس آخرین مرحله در مسئله حجاب هستش به نوعی دوباره اون جریان سازی در داخل. من فکر می‌کنم فرآیند داره تلاش میشه که از دو طرف گروه‌های داخل نظام کی دست بالاتر رو میتونه بگیره که در مذاکرات شکل مذاکرات و محتوای مذاکرات به سمت اون گروه نزدیکتر باشه. خب همین اردوان صحبت مثلا همین چون شما اشاره کردین همه با موافقت یا با یه جور مدیریت آیت الله خامنه ای هست، اون گروه‌های مخالف دولت روحانی در این زمینه رو هم فکر می‌کنین به یک نحوی به بیت رهبری مربوط میشن یا نه سر از خود مخالفت میکنه؟ خواهش میکنم. من اجازه بدید دوباره یه رو کرده به سخنان قبلیم هم داشته باشم. من اعتقاد دارم که آیت الله خامنه‌ای با تصور به این که تمام تصمیم گیری ها اگرچه که در جلو و قسمت در واقع روین کار همیشه این تصور وجود داشته که آیت الله خامنه‌ای تصمیم گیرنده در همه موارد بوده، من فکر میکنم مثلا دلیل روی کرده آیت الله خامنه‌ای و تغییر موضع گیریش در انتخابات 92 جریان به نوعی حالا پذیرش بعضی از مسائل حالا چه قهرمانانه چه غیر قهرمانانه و هر چیزی که وجود داره ناشی از اون فرایندی که مخصوصا در طول دور دوم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد بیشتر خودشو نشون داد به اینکه آیت الله خامنه‌ای تمام تصمیم ها رو نمیگیره اگرچه که جلوی تمام این ماجرا قرار داره. من احساس میکنم اون جریانی که الان به شدت داره تلاشش رو میکنه برای اینکه دست بالاتر رو بگیره جریانی است که حتی به نظر میرسه آیت الله خامنه‌ای داره حرمت خودش رو نگه میداره و خیلی با اینها به یک چالش وارد نمیشه، چون اونها ثابت کردن مخصوصا در سالهای آخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد که میتوانند از روی رهبر جمهوری اسلامی هم بگذرند و این خیلی نکته مهمه. فرماندهان خاص و ارشد سپاه در گروهی کسانی که در
هستن و معتقد هستن که اصلا قم مرکز تصمیم گیری در ایران هستش. اینا افرادی هستن که اگر لازم باشه از روی آیت الله خامنه‌ای هم عبور خواهند کرد و من فکر میکنم اونها در اون اردوگاه قرار دارن که در این حالی که سعی میکنن وارد جنگ در روبرو و روبروی آیت الله خامنه‌ای قرار نگیرن، اما در اینی که اطاعتشون رو دارن اعلام میکنن مسیر خودشون رو دارن طی میکنن. خوب بهمن عزیز، چند سال اومدی بیرون؟ من تقریبا از سال 2009 به این ور، بعد از انتخابات سال 88 از ایران اومدم بیرون. بعد از انتخابات 88. بله. مثل بسیاری دیگه. بله. از بچه های نسل جوان. بله متاسفانه. خب شما در ایرانی بزرگ شدید، به دنیاش احتمالا بعد از انقلاب به دنیا اومدید. بله بله. درست؟ یعنی که در وضعیتی که به وجود اومده خوب بعد هر چه که هست شما زندگیش کرد. دقیقا. هیچ نقشی در به وجود اومدنش داشتی؟ نداشتید؟ متاسفانه من در شرایطی قرار گرفتم که همه تغییرات انجام شده بود و کاری از دست من بر نمی اومد. یعنی اگه میتونستی جلو انقلاب هم میگرفتی به من. خب ببین الان یک روزنامه نگار جوان ایرانی، فارغ التحصیل دانشگاه تهران، بینندگان ما میدونن چقدر مشکل هست راه یافتن بشه، فوق لیسانس علوم سیاسی، بله، روزنامه نگار، همه اینا نگاه دقیق که من و بقیه همکارانم میدونیم چقدر دقیق هست، اینو دنبال همه اینا هست. وقتی الان نگاه میکنی به وضعیت همین مسئله اتمی ایران، بله، چه جور ارزیابیش میکنی؟ چی هستش؟ با حرفای روزبه موافق هستی؟ بله با حرفایشون موافق هستم. بعد اگه بخوام مسائل هسته‌ای رو، مسائل این اتمی جمهوری اسلامی بهش نگاه بکنیم و اینکه عرض به خدمت شما که نگاهی بکنیم به تحریما و این اتفاقی که داره میفته، متوجه میشیم که الان جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکرد که دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای و همه هم میدونن این سلاح هسته‌ای رو برای هیچ منفعتی برای مردم ایران نداره، این فقط برای بقای خود جمهوری اسلامی داره فقط تلاش میکنه برای بقای خودش و اینکه یه قدرت اتمی بشه توی منطقه، داره تمام تلاشش میکنه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. و اگرم می‌بینین که جامعه جهانی داره ممانعت می‌کنه، چون پیشینه جمهوری اسلامی، پیشینه تصمیمایی که می‌گرفتن رو کاملاً می‌دونن و از این ترس دارن که در آینده اتفاقای بدتری نیفته و تمام این تحریمایی که الان دارن فقط مردم ایران دارن متحملش میشن، چون که خود جمهوری اسلامی که هیچ آسیبی نمی‌بینه، تمام فشار روی دوش مردم هستش. تمام این اتفاقایی که داره میفته داریم میبینیم، این انعطاف پذیری‌هایی هم که دارن نشون میدن تو این روزهای اخیر فقط به خاطر این که تحریما انقدر فشار آورده که داره کمر جمهوری اسلامی رو میشونه. پس برایشون مؤثر هست. بله. یعنی این نیستش که فقط مردم، خود نظام هم یه بخشیش، ولی من اعتقادم اینه که بیشتر فشار داره روی مردم وارد میشه، داره به زندگی مردم داره صدمه میزنه و بله در نهایت میبینیم که این فشار رو به پیکر خود جمهوری اسلامی هم صدمه زده که الان میبینیم حتی رئیسا و نماینده های اصلیشون که همیشه مخالف بودن با ارتباط با غرب الان خیلی راحت میان بیرون و با خبرگزاری مختلف صحبت میکنن و اینو دیگه من نمیدونن. حتی من خبرها رو پیگیری میکردم، خیلی جالب، یکی از این امامای جمعه خیلی یه جمعیتی بلند شده بودن مقبره آمریکا گفته بودن، بعد ایشون خیلی راحت گفته بود مگه من شعار دادم که شما اعلام کردین این شعار رو، هر موقع من چیزی بگم شما باید بگین. در صورتی که ما برگردیم به قبل میدیدیم که توی خطبه‌های نمایشی کوچکترین صدایی بلند میشد طرف قشنگ ساب میکرد و مردم شعارشون رو میدادن علیه غرب، خیلی راحت این شعارشون رو میدادن، ولی الان میبینید چقدر تغییر کرده مسائل. بله، یعنی که ممکنه اگه همینطور پیش بره ممکنه روندش برسه به جایی که مدعی بشه مثلا یه سری از روحانیون مدعی بشن بر بالای منبر که کریستوف کولوم مثلا برای صدور اسلام بوده که رفته به آمریکا رو کشف کرد. یعنی هر تصمیمی که جمهوری اسلامی میگیره هر اتفاقی رو نمیشه پیش بینی کرد، چون ما یه دفعه میبینیم که تو ماهای
آینده یه دفعه ارتباطشون خیلی قوی بشه، فقط هم برای منافع خود جمهوری اسلامیه، یعنی هیچ ربطی به مردم نداره و اینا اصلا نقطه نظرشون مردم نیستن. ارتباط با آمریکا؟ ارتباط با آمریکا، حتی ارتباط با غرب. سودی آیا داره برای مردم ایران؟ بدون تردید خیلی معتقدن که داره، یعنی ارتباط با کشف جهان آزاد، بازرگانی آزاد یا هر چی که هست، سودی برای مردم به نظرت داره؟ سود برای مردم داره، ولی در صورتی که وقتی جمهوری اسلامی الان داره تمام این کار رو میکنه، اصلا دیدش مردم نیستن و این موضوع رو در واقع یه پازلی قرار داده که توسط اون دوباره داره عوام فریبی میکنه، مردم رو داره توسطش گول میزنه. ارتباط با جهان غرب، ارتباط با انگلستان و امریکا مجددن 100% برای مردم ما خوب هستش، ولی در این مقوله که پیش اومده جمهوری اسلامی فقط داره خودش رو میبینه، یعنی اصلا کاری با مردم نداره. ولی اگه حل بشه ممکنه تبعاتش سودی باشه. بله، ارتباط برقرار میشه، مردم میان بیرون، مسائل بیرون رو میبینن، اجتماع بیرون رو میبینن و همینجور رو اجتماع داخلی ما هم تاثیر مثبت میذاره. من معتقد هستم. بهمن معتقد اردوان عزیز که همسو نیست، یعنی حکومت ایران اگه داره تلاشی میکنه، اگر این تلاش برقراری روابط با غرب و هر چه که هست همسو نیست به اصطلاح با مساله و منافع مردم، یعنی ممکنه در عمل به سود مردم باشه ولی نیت جمهوری اسلامی چیز دیگه است. تا چه اندازه شما این نظر رو هستی روش؟ البته این من نمیتونم بگم واقعا این نظر به طور کامل رد نمیشه کرد، این نظر رو به جهت این که گاهی اوقات آدم نمیتواند دایه مهربان تر از مادر باشه، یعنی این که وقتی حاکمیت در داخل خود ایران هیچگاه در طول 30 چند سال گذشته این تلاش جدی رو در ارتباط با این که در خدمت مردم قرار میگیره نداشته و ایشون به عنوان یک الگوی کاری، حداقلش اینه که در خیلی از کشورها ما میشنویم که دولت‌هایی که بر سر کار میان با این ادعا و با ادعای این که برای خدمت به مردم میان شروع میکنن، اما شعار و پیامی که همیشه در تمام دورهای مختلف در کشور جاری بوده در بخش سیاسیش مسئله گسترش اسلام، مسئله گسترش شیعه، مسئله ظهور، مسئله حکومت جهانی عد و چه و چه بوده که حالا اینا در نوع خودش میتونه شکلهای متعالی باشه، اما هیچ وقت پاسخ به نیاز مردم حساب نشد. اگر در کنار این قضیه خود اینها هم آدم هایی در داخل نظام بودن که به فکر مسئله مردم بودن، به نظر میرسه که این همیشه در این شعارها و این حرفهای بسیار بزرگ گم شده. فراموش نباید کرد وقتی که دولت آقای صدام حسین به ایران حمله کرد و جنگ 8 ساله‌ای در ایران به راه افتاد، خب خیلی از آدم ها با هدف این که مرزهای کشورشون از تجاوز حفظ بکنن به سمت جنگ و جبهه رفتن، اما در تمام این مدت 8 سال هیچگاه برگزار کنندگان جنگ و نگهبان هایی که درگیر جنگ بودن حاضر نشدن از این موضع عقب نشینی بکنن که به هر حال ممکن است که جنگ برای دفاع از خاک باشد نه اینکه راه قدس از کربلاست و همون موقع هم متاسفانه اینجوری فکر نشد راجع بشه، اگرچه که بخشی هم به فکر امنیت بوده. بنده فکر میکنم که در داخل نظام اشکال بر این منوال هستش که اگر هم نظام امروز واقعا به دنبال منافع مردم باشد، چیزی در بیان و ابرازش متاسفانه ما نمیبینیم. ضمنی که در این کارنامه یه اشکالهای بزرگ هم وجود داره که قابل حل نیست، پرونده های مثل بحث 67، پرونده های مثل حسب گروه های مخالف در نظام، گروه های سیاسی رو عرض میکنم نه گروه های مسلح، و پرونده مثل بحث 88 که هنوز فراموش نمیشه و به هر حال در اون دوره هم هر جور که بخوایم نگاه بکنیم موضوع نقطه های مبهمش بسیار زیاده. امروز اگر در جمهوری اسلامی اگر کسی هم بیاد صادقانه با من بگوید که برای خدمت به مردم این کار رو داره میکنه، باورش کار سختی است. من فکر میکنم که قضاوت در این مورد رو میشه خود بهش زمان داد، یعنی اینکه آیا واقعا کسی هم در داخل نظام داره تلاش میکنه که خدمتی به مردم بشود در این رابطه یا خیر، نیاز به زمان داره. اما نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. نکته که به نظر من این مهمه در این قضیه که حالا چه فرض رو بر این بگذاریم که جمهوری اسلامی به دنبال منافع خودش هست یا به دنبال حفظ نظام هستش یا هر چه که هست، این بحث متبادر میشه به این سمت که بر صورت یک سری منافع برای مردم خواهد داشت. ببینید
مسئله این است که شما در منظر دیپلماتیک یه نگاه بکنن که پرواز مستقیم فرودگاه امام خمینی در تهران به فرودگاه جان اف کندی در نیویورک مثلا راه بیفته. حالا اون نگاه سیاسی ممکنه به موضوع وجود داشته باشه براش، اما نباید فراموش کرد که نفعش در نهایت بخش عمدش به اون مردم است. امروز اگر ما در جدل با آمریکا نباشیم، اگرچه که ممکن است باعث حفظ نظام بشه که اون بحث جداگانه نظام باید بمونه یا نمونه، به در نهایت این هستش که این تحریما برداشته میشه، اون کسی که شیر خشک لازم داره شیر خشکش میشه. یعنی در سطح ملی هم اگه بهش نگاه کنیم ممکنه مسئله‌ای داشته باشه، وگرنه پرواز از تهران به نیویورک خب همه مردم که امکانشو نداره. در سطح ملی هم شما میبینید که این مسئله و منافعی برای مردم خواهد داشت. بیشک متبادر میشه برای مردم، برای اینکه این مردم در نهایت فرایند سیاسی بخشش نتایجش مردم خواهد رسید. حالا چه هدفی دنبال داره میشون بحث جدایی واقعا. برای اشاره چند. کردی که برنامه اتمی برای بقای نظام هست. بله. تعبیر چی هست؟ یعنی بوم اتم داشته باشه اینو برای بقاش میخواد؟ مگه میشه با داشتن بمب اتم حکومت ها ماندگار بشن؟ شوروی رفت، خیلی جای دیگه رفت. ببینید جناب چالنگی، بعضی از سیستم ها مثل سیستم جمهوری اسلامی وقتی که مدام داره تهدید میکنه اسرائیلو، برای اینکه اینا توی بخوای نگاه بکنیم توی کارنامه شون همش علاقه به این دارن که اسرائیل از روی گیتی حذف کنند و تمام هموقعشون هم همین هستش، وگرنه داشتن بمب اتم خیلی از کشورهای مختلف دارن ولی آسیبی به جای نمیرسونن. حتی از اورانیوم برای مسائل پزشکی استفاده میکنن. ولی وقتی که شما از لحاظ ذهنی یه ذهنی داشته باشی مخرب باشه و بخواد تمام خاورمیانه رو جاهای دیگر تحت شعاع قرار بده، جامعه جهانی جلوش میسته. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که به بمب اتم دست پیدا بکنه. الان سالیان ساله که یه من با شما تعارف ندارم، مردم هم خودمونی هستن میدونن این موضوع، غریبه هم نیستن قطعا. خون مردم رو تو شیشه کردن، مردم حتی پول ندارن بعضی هاشون خودشون رو اداره بکنن و از این بعد باعث شدن که جامعه جهانی همچین تحریمایی به مردم تحمیل بکنه، به جمهوری اسلامی تحریم بکنه که آقایون دست پیدا بکنن به بمب اتم. و این واقعا درست نیست، این از لحاظ انسانی هم درست نیست. حالا من یه سوال ازت دارم بهمنشه، چون ایران بودی، من سالهاست نبودم، 30 ساله نبودم، به هر حال هر روزم دنبال میکنم تو این 30 سال تقریبا، حالا دنبال کردم. اما وقتی در ایران بودی، این سوال من از یه مهمان دیگه هم پرسیدم، وقتی در ایران بودی یه حکومت میگه آقا جا من انرژی هسته‌ای، اولا حق مسلم ماست، اینو که کسی منکرش نیست، یعنی همه میتونن چون ایران هم انرژی هسته‌ای داشته باشه برای مساله غیر نظام. دقیقا. خب میگه ما برای مساله برای مصرف پزشکی میخواییم و اینجور چیزا، برق تولید کنیم یا بقیه مسئله. هیچ وقت برای پیش اومده یا اطرافیانه که بپرسی این حکومتی که اینقدر به فکر مردمه که به خاطر انرژی هسته‌ای که برای مردم برق تولید کنه، دوا و درمون درست کنه، فلان کنه، این کارا رو بکنه، این همه سختی داره میکشه، این همه مثلا وضع ما خراب شده به خاطر پشت کرده توی یک کفش، الا للا ما انرژی هسته‌ای میخوایم برای اینکه میخوایم موارد پزشکی به مردم خدمت کنیم. درست. این سوال برات پیش اومده، این حکومتی که یه وجهش یه طرفش اینجوریست، پس چرا طرفای دیگه‌اش اینجوری نیست؟ یعنی چرا این همه کودک در خیابون ها میخوابن، این همه کارگرا بدون حقوقن، این همه بهداشت نیست، همین وزیر بهداشت گفته اصلا وزارت بهداشت خودش بیماره. چرا این سوالم روشن بود؟ بله. که ببینید جناب چالنگی، شما الان سال هاست که از ایران دور هستین، ولی من خوشبختانه چند سالیه که از ایران اومدم بیرون و اینکه من دیدم که وضعیت تو ایران چطور هستش. من بعضی موقع میشد که توی محیط رفتن به دانشگاه یا برگشت من آگاهیایی می‌دیدم که همین مردمی که شما میگین این نظام تمام تلاششو میکنه که مسائل پزشکی، من نمیگم نظام، خودشون میگن دقیقاً طبق تبلیغات خودشون میگن که ما تمام تلاشمون میکنیم که مردم رو بهشون منفعت بدیم، در واقع مسائل پزشکی رو ارائه کنیم بهشون. و این فشاری هم که ما داریم میپذیریم به خاطر اینه که دوست داریم مردممون رو و دوست داریم بهشون در واقع یه سودای
مثل کشورهای دیگه برسونیم. ولی اصلا اینطوری نیست. الان من همین مسائل بیمه رو که دنبال بکنیم، مسائل پزشکی تو ایران، اصلا نمیتونم من براتون توصیفش کنم. اینقدر وضعیت خرابه، طرف نداره که خرج بیمهشو بده، خرج جراحیشو بده، حاضر میشه کلیهشو بفروشه. خوبه. که مابقی مسائلشو بتونه خودش اداره بکنه. بعد وقتی ما اینو نگاه میکنیم، ببینیم قشن وقتی ما برنامه رو نگاه میکنیم، عملکرد نظام رو داریم نگاه میکنیم و روند زندگی مردم رو داریم چک میکنیم، ببینیم که اصلا با هم جور در نمیاد. کاملا حتی کسی که متخصص نباشه کاملا متوجه میشه که دبه. نظام تمام تلاشش برای خودشه و مردم دارن هر روز یعنی زندگیشون بدتر از دیروز میشه. یه به برنامه اتمی شک نمیکنیم اون وقت؟ 100%. این همین باعث شده الان یه سری از مردم خود ایران، من مدام ایمیل میگیرم ازشون یا خبرگزاری مختلفو گوش میکنم، مردم میگن آقا ما نمیخوایم، ما اصلا همین چیزی که شما میگین حق مسلم ماه انرژی هستی، ما نمیخوایم. یه کاری کنین که حقوق کارگر از اونی که هست یه مقدار بالاتر بیاد که حداقل بتونه اجاره خونه‌شو پرداخت کنه. آدم اونجوری همین سوال از شما دارم، در همون واشنگتن یا جای دیگه وقتی کسایی که مربوط به ایران هستن نشستن با خودشون نگاه میکنن به منظر ایران، میبینن وضعیت ایران این هست، در ایران دولت، حکومت، نظام، هر چی که هست اسمش بذارید، به وظایف اولیه خودش شواهدی هست که انجام نمیده. بعد اون پاشو کرده توی کفش میگه الا لله من انرژی هستی میخوام برای ملت، میخوام موارد پزشکی استفاده بکنم. شک نمیکنین یه خودی که یه وجهش به این شدت، ولی وجوه دیگهش اصلا هیچ خبری نیست؟ یعنی بچه ها به امان خدا راه شدن در خیابون ها، همین الان ما تصاویری داریم در روز کودک، بچه هایی که دارن کار میکنن، خشت آجر درست میکنن، این روز کودک بوده در اینا. بله، این یکی از علت های شک برانگیز نیست؟ بفهم این تناقض که در یک سیستم خیلی حاکمه و بحثی توش نیست. البته ما هیچ وقت فکر نمی کنم ما توی تاریخ اصلا حاکمیتی داشته باشیم، حاکمیت کامل بشه اسمشو گذاشت و در کمال قرار داشته باشه. بحث بیشتر اوتوپیا میشه، بحث اون در موقع بهشت برینی که برای یک جامعه در کشور ممکن قائل بشیم و اون مبحثی که بحث فلسفی تاریخی و سیاسی اوتوپیا مطرح میکنه. ولی من میخوام به شما بگم که بخشی از اینها بدون اینکه بخوایم خیلی حالا وارد جدل بشیم، واقعاً چیزی خب طبیعی است. اون که مثلا در یه جامعه فقر باشد، خب در خیلی جامعه فقر هستش، در کشور اروپایی هم شما متکدی میبینید، گرسنه میبینید، همینا وجود داره. و اما اون چیزی که ممکنه ما رو در فشار قرار بده و اذیت بکنه این بحثه که ما میگیم در یه جامعه که بسیاری از مسائل هنوز حل نشده، چرا ما باید به دنبال چیزی باشیم که منافع مردم رو به خطر میندازه؟ این حرف منطقی است. من فکر میکنم جمهوری اسلامی اگر به واقع از ابتدای امر با اثبات حسنیتش در کنار تمام فعالیت‌هایی که در ارتباط با مسائلش، در ارتباط با بهداشت، مسائل حقوق انسانی، حقوق شهروندی، مسائل سیاسی، در کنار همین‌ها اگر بهبودی حاصل می‌شد، خب پر واضح است که این شعار به نظر می‌رسد منطقی ترین و درست ترین شعار است که در تمام سال‌های گذشته در جمهوری اسلامی مطرح شد. این تنها شعاری که من معتقدم درسته. اونم این است که انرژی هستی حق مسلم است. خب این یه حق طبیعی است که مردم این کشور بتونن از انرژی‌های تازه استفاده کنن با مسئله روند اتمام سوخت‌های فسیلی در جهان در دو دهه آینده و مسائلی که پیش میاد. اما وقتی اینجا پیش میاد که شما نشانه‌ها و علائمی رو میبینین در ارتباط با اینکه خب خودسری وجود داره، لجاجتی وجود داره، در زمینه من یه نکته بتونم عرض بکنم. ببینید پاکستان هم سلاح اتمی داره، هندوستان هم داره، روسیه هم داره، چند کشور دیگه هم دارن، امریکا هم دارن. میدونید مشکل سر اینجاست که ما در نابجا ترین وقت ممکن، حتی اسرائیل داره، در نابجا ترین وقت ممکن داریم بحثی رو در این کشور مطرح میکنیم که این تبدیل میکنه انسان، ما اگه یک کشور به مانند یک انسان ببینیم، تبدیل میکنه به این که میبینیم یه دست داره مثلا فرض کنیم که 2 متره، یه دست داره که مثلا 10 سانته، و این عدم تناسبه که کار رو داره سخت میکنه. وگرنه به نظر من داشتن
انرژی هستی حق هر جامعه، هر کشوری است، در هر جای دنیا کسی این سوخت‌های مدرن استفاده می‌کنه. سوال من البته شاید در بفهم در دنیای مدرن معتقد هستم که حتی وقتی وزنه‌های قدرت مطرح میشه، حالا اگر یک کشوری به عنوان یکی از ابزارها و فاکتورهایی که میتونه امن نگهش داره و پروتکتش بکنه، همین فلسفه این است که خب حالا کلاک هستی هم دارد، اما هیچ کسی به سمت هیچ کسی تالا شلیک نکرده، چون همه از آینده جهان میترسن از این مسئله. ولی بعضی شده که دیگران بتونن بگن آقا من اینو دارم و بهتر شما راجع به من خیلی با دقت برخورد. اجازه بدین من یه بحثی رو مطرح علوان عزیز اجازه بدین، چون سوال من اصلا مشتفه به یک موضوع دیگه ای بود. ببینید اولا اینی که وارد این بحث زیاد نمیشیم، فعلا مورد بحث نیست، اینی که در ایران فقر هست، این کودکان رو ما امیدواریم بتونیم الان ببینیم روی صفحه تلویزیون، بعد در جاهای دیگه هم فقر هست. اگه در ایران زندانی سیاسی هست میشه گفت در جاهای دیگه هست، بله پا همه جا هست، منتها حدود سقوطش به چه شکل هست. در همین انگلستان چهار قدم اونورتر همین خیابونی که ما هستیم، خب نشونهای فقرا رو میبینیم، حتی کسایی که از دولت کمک میگیرن فقیری میکنن، یا گدایی یا تکدی یا هرچی. اما در این کشور امکان این که مثلا پول این برای بچه ها رو 2 میلیارد میلیون دلار برداشت و ایف و میل کرد در این کشور وجود نداره. یعنی اینی که کارگران در بچه ها در این سن به جای پشت نیمکت مدرسه باشن دارن خشت و گل درست میکنن، در این کشوران نیست. فقط اون وضعش شما نمیتونیم بهش اشاره کنیم، چون در اینجا هم فقیر هست، اونجا هم خوب هست، طبیعیه. از این میگذریم، فعلا واردش نمیشیم. سوال من این هستش، ایران اعتماد نداره به گروه 5 به اضافه یک، اون طور که میگه، غرب هم اعتماد به ایران نداره. من دنبال انگیزه های این بی‌اعتمادی هستم. چرا بی‌اعتماده؟ این یکی از دلایلش نمیتونه باشه میبخشید که مثلا وقتی نگاه میکنم به جامعه ایران، میبینم و جامعه ایران مثل جامعه کره شمالی، جامعه مردمش در موارد ناچار شدن علف بخورن، اما بمب اتمی داره. یعنی در اون زمینه اقدامی نکرده برای مردمش، ولی بمب اتمش داره. میبینین این یه غربی شما باشون بعضی وقتا سرکار دارید از کنم خدمتتون، این شک نمیکنه. الان بهمن میگفت چرا در ایران کسایی هم که میگن حق مسلمه هاش رو شک میکنن، میگن آقا شما واقعا این نیت خیر دارین اونو بکن، قاچ زین و بچه از سواری پیش کشه اونجا. این یکی از علتهای شک نیست آقای اردوان عزیز؟ من خواهش میکنم، من عرض میکنم خدمتون که خب حتما جای شک داره، جای بحث داره، ولی ببینید بذارید اینجوری به موضوع نگاه کنیم که آخه همه اینها رو نمیشه کنار هم دیگه ندید و به یک طرف نگاه کرد. خب به هر حال یه بحثی هستش، در یه جامعه فقر هست، خب در همون جامعه هم پیشرفته اتمی هم وجود داره. ببینید مثلا الگوی نمونه الگو میتونید در مورد هندوستان صحبت کنید. خب در هندوستان هم شما میبینید در هر ساعت فلان قدر آدم از گشنگی و فقر میمیره، آدم هایی که در کنار خیابان به دنیا میان و در کنار خیابان میمیرن و تم حتی زندگی روی یک فرش رو هم نمیچشن، و از اون طرف هندوستان داره فعالیت های در زمینه مثلا فرض کنید که کلک های هستی هستش. مسئله اینه که اینجور کنتراست ها و اینجور اختلافات شدید ممکن حتما بحث برانگیزه، اما من فکر میکنم مدیریت باید کرد. ضعف در مدیریت و ضعف گرداندن این مسائل است که کارو سخت میکنه. ببین داشتن راکتور اتمی که خب یا حسنه، ایوام نیستش، کسی هم نمیتونه بگه ایوام. حتی غرب هم در خیلی از موارد اگر چانه زنی کرده بر سر این قضیه، خب پذیرفته که بالاخره داشتن راکتور یه حق مسلم است برای ایران. اما این بی‌اعتمادی ناشی از این است که به نظر من غربی ها هم خیلی صادقانه بازی نکردن در این جریان، و قطعاً دولت جمهوری اسلامی هم خیلی صادقانه بازی نکرد. این نکته دو طرف است. در زمانی که جمهوری اسلامی ادعا کرده به این که من همه گونه حاضر هستم مثلا همکاری بکنم، بحث مثلا راکتورهای فرد مثلا فرض کنید آب سنگین فردو مطرح میشه، بعد یه باره نمیدونم عکسای فلان در میاد، خب این نشون میده راست نمیده. غرب اونجا وعده میکنه، در دوره خاتمی میاد توقف پیدا میکنه
ساخت مثلا فرض کنید که نمیدونم سانتریفیوژها یا تولید مثلا غنی‌سازی و بعد میبینن غرب هم بازی میکنه با این طرف. ببینید این طبیعیه که دو طرف خیلی خوشبین با هم نیستن، چون هر کدام نشانه هایی که ناشی از صداقت واقعی باشه از خودشون نشون نداد. من امیدوارم هستم که با توجه به فشارهایی که داره میاد این نشانه ها تغییر کنه، یعنی قرار به این باور برسه که از بازی بگذره، واقعا سر میز مذاکره بشینه و جمهوری اسلامی هم بدونه که این فرصت ها مذاکره بوده همیشه بدون منتظر با گفته بدون پیش شرطه جمهوری اسلامی نیست به من؟ بله، من توی این موضوع با آقای روزبه اختلاف نظر دارم. عرض به خدمت شما که ببینید نمیشه اینو در نظر بگیریم که غرب داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه. در واقع کسی که داره با جامعه جهانی بازی میکنه مستقیما جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای هستش. شما نگاه بکنین ماهای گذشته طرز برخورد ایشونو با رؤسای غرب، با کشورهای غربی ببینین چطور بود، و در حال حاضر ببینین یه طوری میشه که خود آقای لاریجانی که یکی از میشه گفت نفراتیه که تو اتاق فکر جمهوری اسلامی تأثیر بد داره روی مردم میذاره، و ایشون خیلی راحت میاد میشینه در مورد اورانیوم غنی شده صحبت میکنه، اینی که ما تابع نظر شما هستیم و شما میتونین هرچی به ما بگین ما اونو بپذیریم. بعد الان اینجا وقتی اینو چک میکنیم دو تا حالت داره. من نوعی که توی جامعه هستم الان دارم توی یه اجتماع دارم زندگی میکنم، بعد میام پیش خودم نگاه میکنم اینم رفتار قبل این آقایون اینطور بوده، رفتار الانشون اینطور هستش. غرب همیشه داره میگه که بشینین سر میز مذاکره، همیشه مسائلشو داره عنوان میکنه، چقدر سازمان ملل این موضوع رو گفته که اگه جلوگیری نکنن، جلوگیری اگر که با این مسائل از این روند جمهوری اسلامی نکنن آینده خیلی خطرناکی به زندگی مردم آسیب میزنه، چون که این نظام بالاخره رفتنیه و اون چیزی که آسیب 100% میبینه مردمن. بعد الان این که ما بگیم که غرب داره در واقع بازی میکنه با این موضوع به نظر من درست نیست، چون که جمهوری اسلامی داره هم با خودش بازی میکنه هم داره زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده. غرب بازی نمیکنه، جمهوری اسلامی بازی میکنه. روزنامه نگار دیگه ما بهمن عزیز میگه، روزبه عزیز خیلی کوتاه بفهمید ممنونش. بس میکنم بنده فکر میکنم این خیلی یکسونگریست که با احترام دوست عزیزم آقای بهمن خیلی یکسونگریست که فکر میکنیم جمهوری اسلامی بازی میکنه و غرب تا الان بازی نکرده. غرب بارها بازی کرده، غرب بارها بدون در نظر گرفتن شرایط مردم در ایران که البته طبیعی هم هست، مگر ایالات متحده آمریکا قرار است نگران مردمش در ایالات متحده و مشکلات شاتدام شدن دولت، تعطیلی دولت، حقوق همگانی، مسائل اجتماعی باشد، یا نگران بنده و یا شما بنده رسانی در ایران در شهرستان سرخس در کرمان یا کرمانشاه باشد؟ پر واضحه که غرب نگران ایرانی ها بازیش چی هست؟ چه بازی میکنیم؟ بازیشو شما بفرمایید که روی اون بحث کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. غرب در زمینه بحث حقوق بشر در ایران همیشه بازی کرده، یه مواقعی براش نه در مورد برنامه اتمی بفرمایید. روزبه عزیز ایشون میگه که جمهوری اسلامی مسئولانش قبلا یه حرفی زدن الان یه چیز دیگه میگن، هر از چنگای یه چیزی گفتن، غرب هم همیشه گفته مذاکره. در این محدوده برنامه اتمی بازی های غرب برای اینکه بینندگان ما بدونن واقعا هر دو طرف رو بشناسن، بفرم بازی هاش چی بوده؟ بله، ببینید در دفعات مختلف وقتی آژانس اعلام کرده بود که میخواد بازدید کنه در مراکز اتمی ایران اجازه داده آمدن بازدید کردن، گزارش چیز دیگری بوده. در خیلی از موارد وقتی که به طور کاملا به نظر من زیر پشت آقای روزبه توقف غنی‌سازی و دادن امتیاز، نه تنها امتیاز نمیدن بلکه با یک ضربه کاری میکنن که هیچ وقت صدای منو دارید؟ بله در دوران آقای خاتمی که ضربه‌های کاری که غرب زد اتفاقا به دولت اصلاح طلب آقای خاتمی زد، به جهت اینکه دولت خاتمی ریسکی رو پذیرفت و اونم پاپیش گذاشتن در ارتباط با جلوگیری از غنی‌سازی بود و توقف غنی‌سازی بود که در نهایت غرب تقریبا نه تنها امتیازی به خاتمی نداد و به کاری که کردن بلکه با اون بازی کردن و در عمل باعث این شدن خاتمی ضرر بسیار هنگفتی بکنه در ارتباط با مسئله‌ای که داشت به وجود می‌آمد در بدنه هیئت حاکمه و دولت.
بعدش این به نوعی دیگه بیرنگ شد و بیباها شد. نه من مصرانه معتقدم اگر به صورت فاکتورهای مشخص بخوایم صحبت بکنیم، همونقدر که جمهوری اسلامی بازی کرده غربم بازی کرده. و در این حال اینو فراموش نکنه تمام مواردی که مطرح داره میشه در ارتباط با مخالفت غرب، در ارتباط با سانتریفیوژها، تولید دستگاه‌ها غیره و غیره، بسیاری از تجهیزات داره از غرب وارد میشه و حالا گفته میشه دست دوم دست سوم دور زدن، ولی من معتقد هستم که غرب اگر بخواد جلو این قضیه رو میگرفت میگرفت. مسئله منافع هستش که من فکر میکنم تعریف کننده اینه که چقدر اینها در سر میز مذاکره رو بازی کردن. بازم تاکید میکنم بعید میدونم در کار سیاسی که حالا انرژی هستی در ایران این بحثی از این سیاست باشه اصلا کسی صادقانه بازی کرده باشه. بسیار. همه غیر صادقانه بازی میکنه، غرب هم بازی میکنه، نمونه هاشو ایشون گفت. ببینید اولا که ما اگه بخوام توی این مپس دوران آقای خاتمی رو وسط بکشیم به نظر من زیاد منطقی نیست، چون که شما الان نگاه بکنین 8 سال آقای احمدی نژاد در نظر بگیرین، شب یه حرف می‌زدن فردا صبح همون حرف عوض می‌شد، شب مطالبی عنوان می‌شد، مقالاتی از همکارای خود من گرفته می‌شد برای پخش، همون شب مأمور وزارت اطلاعات داخل چاپخونه جلوی انتشار این مقاله رو می‌گرفت، در صورتی که مقاله یه موضوع خیلی روز بود و همین صحبت‌های این آقایون رو عنوان می‌شد داخل مقالات. ولی چون که فردا صبحش قرار نظر رو عوض بشه استاپ می‌کردن این موضوع رو. و اینکه ایشون میگن که غرب اگر می‌خواست جلوی این مسئله رو بگیره و این کارو می‌کرد، من خودم سالی که اومدم داخل انگلستان توی شفیلد بودم و یکی از بچه‌های عفه بنومله توی شفید بودم، با اونا همکاری میکردم و من خودم میدیدم که چقدر مردم همین غربی که میگن اینقدر دیده مردم داخل رو منفی کردن نسبت به غرب و انگلستان و امریکا، من خودم میدیدم که اونا مخالف اقدام نظامی هستن به ایران و اینکه این نظام اینجا و حتی خود امریکا و مخالف این موضوع و حمله نمی کنه، این دلیل نمیشه که بگیم اوکی، چون که از این برداره مسائل فنی و نظامی مربوط به اورانیوم و این چیزا به ایران میره، پس اینا دوست دارن که این کشمکش باشه. این فرق بین غرب با جمهوری اسلامی اینه که غرب کاملا به مردمش اهمیت میده و کوچکترین نقطه نظرات رو از مردم سوال میکنه و طبق نظراتی که مردم میدن عمل میکنه، ولی جمهوری اسلامی اینطور نیست، اصلا با مردم کاری نداره و اگه بخوان که بله بخوان حمله نظامی بکنن خیلی راحت این کار رو انجام میدن و خودتون هم میدونید یه کشور نیستن، یه مجموعه کشور هستن. حمله نظامی موضوع نیست، البته در همین حوالی است موضوعش، ولی اردوان صحبتش این هستش که غرب هم بازی میکنه، اگه میخواد جلو صدور تجهیزات هسته‌ای رو، گو که بخشش رو از شرق میگیره، از کشورهایی مثل کره شمالی جای دیگه هم میگیره، اما برخی از تشکیلاتش از غرب وارد شده، میتونستن بگیرن. ببینید این مسئله که از غرب وارد ایران میشه برای استفاده نظامی و مربوط به اورانیوم از غرب وارد میشه، مستقیما این کار انجام نمیشه، واسطه های خود جمهوری اسلامی میان اینا رو خریداری میکنن و به صورت قاچاق به ایران میبرن. شما خودمون میدونیم تمام راه های فرستادن هر چیزی حتی مواد خوراکی از این ور یه سریاش دیگه به ایران نمیره چون تحریمن. و الان این موضوعی هم که ایشون میگن که خیلی راحت همیشه استقبال میکردن از این که سازمان ملل یا ارگانهای دیگه بیان برن ایران چک بکنن، جاهای هسته‌ای رو چک بکنن، اصلا اینطوری نبوده، چون هر دفعه اینا ممانعت کردن و اگر که یه زمانی هم اگه اجازه بدن این به اصطلاح نماینده های سازمان ملل و ارگانهای دیگه برن توی ایران، بالاخره یه جوری اون چیزی که باید اینا چک بکنن نمیذارن هیچ موقع. هممون هم میدونیم، برای من جالبه که ایشون غرب، یعنی تقصیر میذاره به غرب، ولی ما برای اینکه نگران آینده کشورمون هستیم باید صبر کنیم، سوالات خیلی منطقی جواب بدیم و اگر ما این حرفو بزنیم و جمهوری اسلامی هم اون حرکتو بکنه، خب یه آینده خیلی بد در انتظار هممونه. درسته ما الان اینجا نشستیم، ولی ما اصلا دوست نداریم که اینقدر فاصله همون با کشورمون زیاد باشه، دوست داریم توی کشورمون باشیم، خدمت بکنیم به کشورمون، نه که اینجا زندگیمون تحت شعاع رفتار چند تا کشور قرار بگیره. یعنی این بازی اتمی بالاخره یکی از زمینه‌هاییست که مسئله ساز شده. 100% مقصر میشه گفت 80% مقصر جمهوری اسلامی. این معضل اتمی، حالا هر دو طرف بازی میکنن، یه طرف بازی میکنه اون بیشتر بازی میکنه، این بازی اتمی آقای اردوان روزبه چنانچه تمام بشه، شما
میبینید که مقدمه خواهد بود به طرف گشایش درهای ایران به سوی جامعه جهانی به شکل گسترده، به شکل بدون تنش، بدون همه مسائل موجود. من مجبورم که یه بازگرد برگردم الان‌تر، فقط یک چند ثانیه به اشاره که ایشون فرمودن می‌کنم که بر صورتی من متاسفم که با خوشبینیشون نیستم که در تمام غرب همه مردم نگران ایران باشن و تمام دولت‌های غربی به فکر این باشن که واقعا مردم ایران مشکلشون حل بشه. نه به فکر مردم ایران، ایشون نگفتن به فکر مردم ایران هستن، گفتن با حمله نظامی به ایران موافق نیستن. نظامی هم بخشش ما همه میدونیم که الان در طول دو مسئله حمله نظامی بخشش که دولت آمریکا هستش، مسئله مشکلات اقتصادی، فشارهای داخل کشور و خیلی از جنگ روانی و خیلی مسئله دیگه وجود داره. اجازه بدید من وارد این بحث نمیشم، اما مطمئن باشید که من هم اعتقاد دارم که آنچه که اتفاق داره میفته بیشک بخشش اشتباهات فاحش جمهوری اسلامی است، اما هیچ وقت این تا این حد خوشبین نیستم که همه در غرب فکر این هستن که صادقانه و رو و دوستانه بازی بکنن و ما فقط جمهوری اسلامی رو داریم. شما اجازه بفرمایید چون از قول ایشون شما معتقد هستید که در غرب همه صادقانه، همه این حرفو زد. من همچین چیزی رو نگفتم. ببینید من منظورم اینه که غرب اگر که میبینین یه جایی یه کش و قوسی ایجاد میشه، غرب خیلی خوشبینه به این موضوع و همیشه پایی که جلو گذاشته همیشه مثبت بوده و همیشه حتی بعضی مواقع آدم بعضی از مصاحبه‌ها رو میخونه در حد خواهشه که بیان بشینید سر میز مذاکره. مثل خیلی بود اوباما مثلا. بله اصلا خیلی نمایندهای مختلفشون این حرفو میزنن، اینقدر خواهش میکنن، اینقدر به نظر من این رفتاری که جمهوری اسلامی داره میکنه با رفتار اینا رفتار غرب خیلی دوستانه است. بله من نمیگم که همه غرب مخالف اینن که به ایران حمله بشه، من همچی چیزی رو نگفتم. بیشتر مردمی که توی غرب هستن مخالف این هستن که حمله نظامی به ایران بشه، حتی تحت اورانیوم باشه، بمب هسته‌ای باشه، اصلا اینجور چیزی که ایشون داره میگه من نگفتم. من منظورم اینه که بیشتر مردمی که توی غرب هستن و نماینده غربی خیلی دوستانه خواهش میکنن که بیان سر میز مذاکره بشینن و این کسی که قبول نمیکنه شخص آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامیه. بله حرفشون روشن هست، اشارهشی هم تلویحا دارن به مخالفت پارلمان انگلیس به مجوز دادن به دولت این کشور برای شرکت در حمله نظامی به سوریه. میفرمودی اردوان عزیز. خواهش میکنم، بنده اصلاح ایشون رو میپذیرم و اصلاحات ایشون با صحبت قبلی مقدار حداقل جنس شفاف تر هستش. بله قطعا غرب هم مایل هستش که خیلی از اولش هم البته شفاف بود. اردوان عزیز بفرمایید. نه من خیلی پایین قضیه نمیتونم بیستم به جهت اینکه وقتی ما مطرح میکنیم در اینجا در شفیلد یه عده آدم هستن که همه نگران ایران هستن و بعد در غرب هم همه روی میز مذاکره گذاشتن و اون طرف همه سیاست ها روزانه عوض شده، به نظر من سیاست ها روزانه عوض نشده. منتها در کسوت این نیستم که بخوام در این شرایط بخوام راجع به سیاست حالا جمهوری اسلامی بخوام نقش مدافع بازی کنم. جمهوری اسلامی اجازه بفرمایید. ببینید برای اینکه حرفای همو تحریف نکنم، حرفی به سیاست‌های روزانه به این معنی عوض میشه که یک روز رئیس جمهوری ایران میاد میگه که عرض کنم اسرائیل باید محو بشه، روز دیگه میان چیز حرف دیگه ای زده میشه. وزیر خارجه دولت جدید چند و چند این بار اسم اسرائیل رو میاره، حتی مورد این یعنی تعویض سیاست‌های روزانه احتمالا. بفرم البته این میشه احتمال به جهت اینشون دقیقا تاکید کردم به که شب یه نکته صحبت میشه و صبح عوض میشه. بفهم. نه من به این باور نیستم. اجازه بفرمایید ولی من وارد این بحث اصلا نمیشم، ولی من میخوام این عرض کنم به خدمت شما که مسئله انرژی هسته‌ای و مسئله اتمی ایران به نظر من برای بحثی که و جدلی که وجود داره یه بهانه جدی است، نه تمام ماجرا. ما باید اینو فراموش نکنیم که مسئله این هستش که جمهوری اسلامی و مجموعه کشورهایی که در غرب ذینفع هستن تا چه حد در سر میز مذاکره به توافق میرسن. وقتی که اینها به توافق به نظر من برسن، بذارید خیلی صادقانه نظرم به شما عرض بکنم، مسئله براندازی جمهوری اسلامی دیگه ممکنه حتی برای جمهوری خانه تندرو و برای کسانی که در بیانیه‌های ریاست جمهوریشون یکی از فاکتورهای مهمشون حمله به ایران و براندازی جمهوری اسلامی تر میکنن دیگه نکنه. مسئله حقوق بشر در ایران ممکنه دیگه خیلی جدی قلمداد نشه، مسئله نمیدونم زندانیان سیاسی و حقوق روزنامه‌نگاران دیگه خیلی جدی مطرح نشه، به جهت اینکه من معتقد هستم تمام اینها
ابزارهایی است در یک طرف قضیه تا جمهوری اسلامی بشه به فشار گذاشت. حالا محصول مگر عذر میخوام ازتون، من همینجا یک سوال دارم. ببینید مگر الان مسئله حقوق بشر مسئله خیلی عمده است برای کشورهای غربی؟ خیلی انتقاد میکنم به واشنگتن که در اوج رویدادهای 4 سال پیش دولت آمریکا به طور پنهان نامه رد و بدل میکرد با جمهوری اسلامی و اون شعار معروف او با ما یا با ما یا با اونا، و معتقدن که اوباما طرف اونا رو گرفت که حکومت بود. کاملا حرف شما درسته شارنگی. کاملا من پرسشم اینه که مگه الان خیلی در درجه اول اهمیت هست در قرد. در درجه اول اهمیت نیست، چون برس الان بهترین ابزار و بهترین وسیله برای بحث و گرفتن امتیاز در برابر جمهوری اسلامی بحث هسته است. بنده میخوام اینو به شما عرض کنم، میخوام بگم این متغیرها همانقدر که در جمهوری اسلامی تغییر میکنه در غرب هم میتونه تغییر بکنه، به هیچ اتفاقی هم نیفته. ما فرض رو بر این میگذاریم که در بحث انرژی هسته‌ای مقوله به نحوی بره جلو که طرفین نفع خودشونو در این قضیه ببینن و مسئله حل بشه. سوال من این است آیا غرب واقعا بعد به این تصور خواهد رسید که جمهوری اسلامی باید برداشته بشه و به دنبال براندازی خواهد بود یا نه؟ موضوع اینه که بنده در صورت بسیار زیاد معتبرم خیلی این یک سوال است که فعلا مورد ما فال ایشون، نه خود شما این ادار دارین نه ایشون، که هیچ کسی فالگیر سیاسی نیست که بدونه غرب چه خواهد کرد مثلا و روند اوضاع به سمتی که میره. سوال من این است اردوان عزیز، سوالی که من داشتم میخوام برای بینندگانمون روشن بشه اهمیت این موضوع، اگه کوتاه بفهم ممنون میشم، که این معضل اتمی ایران، چون الان به نظر میرسه مهمترین معضلی، حالا هر کدومشون بازی میکنه، به هر حال یه روز این دوتا بازیگر فرض کنیم هر دو بازی میکنن برای بر مسائلی تصمیم گرفتن، این بازی هم مثل هر بازی بالاخره سوت پایانی داره دیگه، سوت پایان رو بکشن تموم شد. من میگم این معضل از که فعلا به نظر میاد بین ایران و جامعه جهانی هست برداشته خواهد شد. ایران دیگه میشه انتظار داشت روابط بیتنشی با جهان غرب داشته باشه، این همه مشکلات نباشه این که وجود داره، از تحریم ها بگیرید تا بقیه مسائلی که هست. ای کوتاه بفرمایید اهمیت این مشکل رو من میخوام شما راجبش صحبت کنید که چقدر مهمه، مانع شده بین روابط ایران و جهان آزاد. من این رو عرض کردم جناب چلنگی عزیز، این بهانه شده نه مانع. موضوع یعنی بهانه مانع شده. موضوع بر سر اینه که آیا فقط غرب تنهایی نگران گسترش سلاح اتمی در جهان است؟ یقینا خیر. موضوع بر سر اینه که ما چجوری باید ببینیم که این امنیت به وجود میاد، که این توافق در پسش قرار بگیره. قطعا معتقدم یکی از عمده مسائلی که حداقل در طول 15 سال گذشته در مورد ایران مطرح شده مسئله هسته‌ای بوده، و حداقل اگر بگیم در کنار این قضیه موارد دیگه هر از گاهی حالا به عنوان یک فاکتور نگران کننده از سوی غرب چراغ‌هایی داده شده، یعنی در واقع هشدارهایی داده شده و در مورد اون ایران و جمهوری اسلامی عمل کرده نکرده اونها فکر کنم، ولی مهمترین مسئلهش مسئله هسته‌ای بوده. قطعاً با رفع موضوع هسته‌ای خیلی از مسائل رفع خواهد شد و این تنش‌ها به نظر من تمام نخواهد شد، بلکه کاهش پیدا خواهد کرد. همینطوره. ببینید من اگه بخوام این موضوع رو دوباره بشکافمش، روند جمهوری اسلامی الان اکثر سیستم‌های تمامیت خواه که نمونش یکیش جمهوری اسلامی هستش، هر چند وقت یک بار یه تغییر اساسی تو روندشون میدن و اون هم نه به خاطر مردمشه، به خاطر بقای رژیمشونه. الان جمهوری اسلامی شما همین 8 سال اخیر رو نگاه کن، 8 سال آقای احمدی نژاد، چه فشاری روی ایران بود، چه فشاری روی مردم بود و چه فشاری توسط جمهوری اسلامی با رفتاراش به کشورهای اروپایی، به کشورهای آمریکایی فشار می آورد با رفتاراش. می رفتن تو سازمان ملل یه حرف می زدن، بر می گشتن عملکردشون چیز دیگه ای بود. اینا وقتی شما این روند نگاه بکنین، الان هم این انعطاف فقط به دلیل همین آقای روحانی رو بگیریم، الان همین ایشون که اومده الان یه ذره آزادی خیلی نسبی به مردم داده، فقط به خاطر اینکه مردم به حداقل ها راضی بشن، و این رفتار جمهوری اسلامی الان همین به قولی این انعطافی که روی روابط غرب داره نشون میده فقط به خاطر طولانی کردن عمر خودشه، نه چیز دیگه. هسته مرکزی مشکلی که بین ایران و غرب وجود داره شما در چی میبینید؟
در ایدئولوژی حکومت ایران میبینید؟ در زیاده خواهی یا گسترش نفوذ استکبار جهانی به گفته حکومت ایران میبینید؟ چون اونو میگن ما بسیار کارمون درسته، هیچ کاری نمی کنیم، منتها این غرب هست، آمریکا با اسلام در ستیز هست. حرف آیت الله خمینی سالیان عمل کرد این سیاست. الان به جایی رسیدیم که شعار مرگ بر آمریکا فقط ولی فقیه میتونه داره. هسته این مرکزی، این بحران در چی بوده و هنوز هست به نظر شما؟ به نظر من هسته اصلی این بحران مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسائلی که پا داره، داره یه جوری داره زندگی مردم از هم میپاشه، و این دخالت ایدئولوژی دینی جمهوری اسلامی به این موضوع هستش که باعث وجود همچین مشکلاتی شده که نمیتونه با غرب درست ارتباط برقرار بکنه، به دلیل اینکه تمامیت خواه، دوست داره همه چی تحت نظر خودش باشه، دوست داره مرکز اون منطقه رو به عنوان یک سیستمی که ایدئولوژیش دینی هستش و اینکه میخواد دست پیدا کنه به بمب اتم و اونجا یه قدرتی محسوب بشه برای مقابله با کشورهای عربی، برای مقابله با حتی کشورهای دورتر غرب اروپا. آقای روز، به شما هسته این مشکل موزه رو در چی میبینید؟ مشکل ایران و غرب این کجاست که اگه از بین بره همه آسوده خواهند شد؟ چه غرب، چه ایران، چه پچه، یا نخواهند شد، نمیدونم. هسته اصلی کجاست؟ چی هستش؟ بازی غرب، زیاده خواهی غرب، جهان پر بحران. جانم نشد. جهان پر بحران امروز به نظر من به تنهایی یک هسته و یک کور مشخص برای رفع نداره، و اگر ما بگیم این رو حذف میکنیم به تبع در خاورمیانه که بخش عمده‌ایش رو حالا به هر کشور پهناوری مثل ایران تشکیل میده، ما بعد از این امنیت رو خواهیم دید، یا اینکه به تنهایی اگر ایران امروز با غرب کنار بیاد واقعا امنیت برقرار خواهد شد؟ این مجموعه از اتفاقات منطقه‌ایه. در سوریه امروز ایران داره نقش بازی میکنه، همونجوری که در حفظ بشار اسد نقش بازی کرده، غرب در حمایت از مخالفینش نقش بازی کرده، در جای دیگه به همین ترتیب، در اتفاقاتی در افغانستان افتاده، در عراق افتاده، و خب مسائلی که اینجوری داره پیش میاد. من فکر میکنم که بزرگترین موزری که وجود داره، بخشی از این قضیه که اگر بخوایم به طور کلی نگاه بکنیم، بخش عمدهش از شعارها و نوع نگرش بوده که حاکمان در جمهوری اسلامی همیشه داشتن. اون مسئله حاکمیت جهانی، دیدگاه‌های دینی و عقیدتی و برتر به احساس برتری داشتن، نوع حکومت اولیگارشی با توجه به یک ترکیب و ملغمی از حالا نگاه اسلامی سوسیالیستی و چپی که در این کشور حاکم شده، اینها مجموعی بوده که یک فرایندی رو به وجود آورد که همه نسبت بهش احساس ناامنی بکنن در کنارش. و من فکر میکنم حذف یا تغییر این فرایند، که حالا بخشش هم باز متأسفانه من معتقدم خود نقشش غرب در این کمرنگ نیست، در آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی، اگرچه من معتقد نیستم حتما غرب آورده و یا به قول قدیمی ها کار انگلیس هاست، ولی من معتقدم در فرایند به وجود آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار نقش مهمی بود کردن در غرب و تئوری هایی که داشتن، حالا به نتیجه نرسیده یا به اون نتیجه مطلوب نرسیده یا اینکه اصلا شکلش عوض شده. فکر میکنم زمان زیادی لازمه برای این که این اتفاقات قدم به قدم تغییر بکنه، از نوع نگاه در حاکمیت، نوع برخورد و نوع نگرش دینی، تغییر نگرش دینی از لایه های حاکمیتی به لایه های زندگی فردی، و همچنین نگاهی که به غرب وجود داره و اون تصوری که 30 سال 30 خورده سال به وجود آمده که غربی ها دشمن هستن، و اینجور مسائل در نسل های بعدی با تغییر بکنه، با ما معنی امنیت رو در کنار اقتصاد سالم، در کنار روابط اجتماعی متعارف و اون چیزهایی ببینیم که توی دانشگاهمون، توی مدرسه‌مون تدریس خواهد شد. فراموش نکنید وقتی ما مؤکدی داریم تاکید می‌کنیم جمهوری اسلامی، من از مثلا جمهوری اسلامی هیچی نیست جز مردمی که در همون کشور زندگی کردن، درس خوندن، تحصیل کردن و کار کردن و امروز هم در بدن جمهوری اسلامی هستند. نخیر، جمهوری اسلامی اسم نظام هست، در اونجا این نظام به هر حال مجموعه آدم‌ها در یک سرزمینی زندگی می‌کنن. ما نظام سوسیالیستی ممکنه حاکم باشه برای یک کشور، منطق اینی که مردم در اون کشور زندگی میکنن و زیر نفوذ این نظام، دلیل اون نمیشه که لزوماً پیکره اون نظام رو تشکیل میدن. فکر میکنم اردوان عزیز، این جمهوری اسلامی، این بحث رو حتما ادامه خواهیم داد، بحث شیرین و جالبی زمان
پرسش من از شما اینه، یک کمتر از یه دقیقه وقت داریم. ابوالفضل عابدینی کتک خورد، زندانی در اهواز، چه احساسی داری؟ یک روزنامه نگاری که خودش در بازش. آقای چالنگی، تو این سالهای اخیر، حداقل توی 5-6 سال اخیر به این بر، جامعه دست به قلم توی ایران خیلی فشار متحمل بوده و خودتون رو میدونین تمام فشارهایی که از طرف جمهوری اسلامی میاد فقط روی روزنامه نگارا و یه سری فعالای هستش که اینا دوست ندارن که اون چیزی رو که اینا دوست دارن به مردم بگن و یه آینده بهتری رو نشون به مردم بدن و نشون بدن. به خاطر همینه که تمام فشارشون رو میارن که این جامعه رو ساکت کنن، ولی همچین چیزی اتفاق نمیفته، چون جامعه ما یک رودی هستش که جاری هست و به کار خودش ادامه میده. اردوان عزیز 20 ثانیه وقت داری. ببخشید من چون صحبت ایشون و سوالتون قطع شد، فقط سریع با سوالتون دوباره مطرح کنید. نه، زندانی ابوالفضل عابدینی کتکش زدن زندانبانا، به زندانی چه احساسی ده یک روزنامه نگاری که در واشنگتن ایران، احساسی که بشه 20 ثانیه شد؟ بله، من احساس خیلی روشنه. هر جایی که حق انسان ها از بین بره و ضایع بشه در هر شرایطی، احساس خیلی خوب به هیچ کسی دست نمیده. آدم هایی که ابزارشون و سلاحشون فقط نوشتن و قلم هستنش، مظلوم ترین افراد هستن در یک جامعه، به جهت اینکه اونها هیچ ابزار و سلاحی برای حمله فیزیکی ندارن، در حالی که دیگران با اونها با حمله فیزیکی برخورد میکنن. این تبعیض که اصلا خوشایند نیستش. ما باید امیدوار باشیم روزی جامعه ما و حاکمیت در جامعه ما به این مرزی برسد که منتقد دشمن نیست. این مهمترین مرزه. تا روزی که ما منتقدمون رو دشمن بدونیم، همیشه باید همینجور سرمایه باشیم. زندانیانمون تو زندان ها پر از روزنامه نگاران منتقدین خواهند بود و وبلاگ نویسان عزیزی که خیلی چند تاشون حتی کشته شدن. امیدرضا میرسیافی، ستار بهشتی. اردوان عزیز با سپاس بسیار. بینندگان ما میتونن در این حال به رادیو کوچه مراجعه کنن. وبسایت رادیو کوچه رو راحتی دستیابی دارید، روی صفحه ما بوده اگر من متوجه نبودم، و خبرها، آخرین خبرها را هم در اونجا هم ببینید در رادیو کوچه و مطالب مختلفی که هست. با سپاس از آقای اردوان روزبه گرامی، سپاس بسیار از بهمن عزیز، بهمن مرادیان پی گرامی، با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، تو چال سند و زبلان و الوند کو و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد.